نکته، گاهی یک شی باید بلا فاصله بعد یا قبل از شی دیگر قرار بگیرد. حواست باشه، گفته بلا فاصله. آن دو شی را یکی در داخل یک مستطیل فرض میکنیم، سپس فقط تعداد جایگشت های اشیای بیرون مستطیل و خود مستطیل را در نظر میگیریم و دیگر جایگشت اشیای داخل مستطیل را در نظر نمیگیریم. الان میگم چرا. داخل مستطیل دیگه ما جایگشت نداریم، قبلا داشتیم. چرا؟ قبلا گفتیم کنار هم باشن، علی و محمد کنار هم باشن. ممکنه اول علی بیاد بعد محمد، اول محمد بعد علی. اما اینجا میگه چی؟ اینجا میگه بلا فاصله، میگه بلا فاصله بعد از علی محمد بیاد. دیگه من نمیتونم بگم داخل بسته فاکتوریال داره، جایگشت دارم، اینو نمیتونم بگم، چون میتوان فرض کرد که این دو شی به هم چسبیدن و نمیتوانن با هم جا به جا شوند. بله، ببینید سوالو، با حروف کلمه فاطمه چند کلمه پنج حرفی میتوان ساخت؟ ببینید، 1 2 3 4 5 تا، به طوری که در تمام این کلمات الف بلا فاصله بعد از اف بیاید. تکرار حروف غیر مجاز است. خود سوال داره میگه، بچه دقت کنید، الف بلا فاصله بعد از حرف اف بیاید. ببینید اینجا رو فاطمه رو من دارم، فاطمه. وقتی که میگه الف بلا فاصله بعد از حرف اف بیاید، من داخل بسته میذارم یک شی در نظر میگیرم. حالا کلا میشه 4 فاکتوریه، این جایگشت بیرون مستطیل و خود مستطیله، چند میشه؟ 24. چرا اینطوری شد؟ ببینید، 1 2 3 این بستم 1 4، چند میشه؟ میشه 4 فاکتوریه، یعنی 24. من دیگه نمیام جایگشت داخل این در واقع بسته رو به دست بیارم. درسته که متمایزن، درسته مثل هم هستن، ولی اینجا گفته در واقع بلا فاصله بعد، یعنی الف بلا فاصله بعد از ف نمیتونه بیفته این ور. نگفته کنار هم، اگه کنار هم باشن بله جا به جایی داشتیم، مهم نبود، تقدم تأخر مهم نبود، چون گفته الف بلا فاصله بعد از حرف ف بیاید، پس این دیگه قفل شد، رفت، بستیمش، میشه یک شی. پس 1 2 3 4 کلن چند میشه؟ 4 فاکتوریه. ها دقت بکنید اینجا رو، این تذکر ببینید، میگه دقت شما که گفته حرف الف بلا فاصله بعد از حرف ف اف بیاید، ولی اگر میگفت حرف اف و الف کنار هم باشند، حواست باشه، آنگاه داخل مستطیل ما خاصیت جا به جایی داشتیم. یعنی چیکار میکردیم؟ یعنی 4 فاکتوریال که میشد در واقع 1 2 3، اینم کنار هم 4، ضرب در 2 فاکتوریال. 2 فاکتوریال منظورم چیه؟ این جایگشت خود در واقع اف و الف بود، که جواب چند میشه؟ جواب میشه 48. مثال بعدی، با حروف کلمه گلناز در چه تعداد حرف الف بلا فاصله بعد از حرف نون می آید؟ بلا فاصله، حواست باشه، این گلناز، حرف الف بلا فاصله بعد از حرف نون داخل یک بسته قفلش میکنم، تموم شد رفت، دیگه جا به جایی نداریم. گفته بلا فاصله، نگفته در کنارم، گفته بلا فاصله بعد از حرف نون. پس میگیم چی؟ 1 2 3 4، تموم شد رفت، دیگه نمیام جای گشت داخل بسته رو حساب بکنیم، تموم شد. تعداد کلمات 4 فاکتوریل، یعنی 24 نمیشه. حالا این مثال ببینید، میگه تمام جای گشت های این، فرقش با قبلی چیه؟ سال قبلی نیمد بگه جای گشت، گفته تمام چی؟ اومده سال گفته که حرف الف بلا فاصله بعد از نون، حرف الف در کنار حرف نون، اینجور چیزا بود. اینجا وقتی که میگه تمام جایگشت‌ها، یعنی حالت‌های مختلف رو باید بررسی بکنیم. چی داره میگه؟ تمام جایگشت‌های 4 تایی از حروف کلمه parents، یعنی والدین،
به شرط آنکه ای بلا فاصله بعد از ان بیاید برابر با چیز. تکرار حروف غیر مجاز است. ببین چی داره میگه. میگه حرف ای بلا فاصله بعد از حرف ان بیاید. یعنی این کلن یک بحث. تکرار هم مجاز نیست. از کلمه پرنس ای و ان رو برداریم این میمونه. خب اینجا چند تا حالت باقی میمونه؟ 1, 2, 3, 4, 5 تا. میشه 5 تا. صحبت از جایگش تا. جایگش صحبته. اینجا چی؟ خب اینا باقی مونده بود. یکیش از بین میره چون تکرار مجاز نیست. اینجا چند تا میمونه؟ 4 تا. پس میگم این کلن یک شی بود. چون حرف ای بل بلا فاصله بعد از حرف ان قرار میگرفت. پس یک بسته، یک شی در نظر میگیریم و قفل میشه بلا فاصله. پس در نهایت میگیم تعدادش چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 1 یا کلن 1 ضرب در 5 ضرب در 4. جواب چند میشه؟ میشه 20. اما حالا دقت بکنید، ان و ای ممکن است در مکانهای الف اول و دوم یا دوم و سوم یا سوم و چهارم قرار بگیره. چرا؟ گفته تمام جایگشت ها. این مهمه، ممکنه جا به جا بشن اینا، جایگشت هاشم باید در نظر بگیریم. پس میگم چی؟ ممکنه بدین صورت باشه، ممکنه 5 تا اینجا باشه، ان و ای هم اینجا باشه دیگه اول نباشن، 4 تا اونجا باشه. ممکنه نه 5 تا اینجا باشه، 4 تا اینجا باشه، ان و ای اینجا باشن، جایگشن جا به جایی دیگه. پس میتونم بگم چی؟ تعداد کلش که 20 تا بود که ما حساب کردیم، 3 حالت هم در نظر میگیریم که 20 ضرب در 3 جواب چند میشه؟ میشه 60 تا. خب این نکته رو ببینیم. میگه هرگاه دو دسته انتایی از اشیای متمایز داشته باشیم و بخوایم آنها را یک درمیان قرار دهیم، تعداد جایگشت های حاصل برابر با 2 ضرب در n فاکتوریال. بچه نیا کنید، دو تا دسته انتایی هم. اینجا دقت بکنید لحظه. فرض کنیم این یه دسته، این هم یه دسته. یعنی صحبت ما در واقع رو این دو تا شیه. خب اولی n، بعدی هم n. n تا شی. به مرحله بعدی یکیش استفاده شده دیگه. میشه n منها یک. اینجا اگه n باشه یه دونش استفاده شده، اینجا بعدی چی میشه؟ میشه n منها یک. اینجا چی؟ n منهای 2، چون دو تاش استفاده کردیم. این چی؟ دو تا اینجا استفاده شده میشه چند؟ n منهای 2. پس چی میگیم؟ میگیم خود این زردا n فاکتوریال، چون n تا شی هستن، اینا هم خودشون n تاست که میشه n فاکتوریال. پس میشه n فاکتوریال ضرب در n فاکتوریال. حالا خود اینا هم جایگشت دارن. اینجا اول با دایره شروع شده، حالا ممکنه برعکس بشه، اینطوری شروع بشه. خب اینجا n، اینم n، یه دونه کم میشه n منهای 1، یه دونه از این کم میشه n منهای 1، بعدی n منهای 2، بعدی n منهای 2. پس من n تا از اینا دارم n فاکتوریال، اینا هم دارم n فاکتوریال، میشه n فاکتوریال ضرب در n فاکتوریال. n فاکتوریال در n فاکتوریال اینجا داشتم، اینجا هم داشتم، پس دو تاست. پس جواب کلی، تعداد کل در واقع جایگشت های ما میشه 2 تا n فاکتوریال در n فاکتوریال. یادمون باشه تعداد یکی هن، هر دو n هستن. اینجا دو دسته انتایی، هر دو تعدادشون یکیه. مثلا 3 دختر و 3 پسر به چند طریق میتوانن یک درمیان کنار هم قرار بگیرن؟ خب مشخص شد دیگه. حالت اول پسر دختر، پسر دختر، پسر دختر، یک درمیان. بعدی دختر پسر، دختر پسر، دختر پسر. پس در واقع میگم چی؟ تعداد کلش 1, 2, 3, 3 فاکتوریال، 1, 2, 3, 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال ضرب در 3 فاکتوریال. اینجا 1, 2, 3, 3 فاکتوریال، 1, 2, 3، اینجا هم 3 فاکتوریال، 3 فاکتوریال ضرب در 3 فاکتوریال. پس من 2 تا 3 فاکتوریال در 3 فاکتوریال دارم. جواب ما چند میشه؟ 2 ضرب در 6 ضرب در 6، میشه 72 تا. حال نکته رو ببینیم. اگر بخوایم اشیای دو گروه که یکی شامل n شی و دیگری شامل n منهای 1 شی، فرق میکنه،
مثلا 3 تا دختر 2 تا پسر. مثلا میگم در کنار هم به صورت یک در میان قرار دهیم، تعداد جای گشتاشون چی میشه؟ میشه n فاکتوریال ضرب در n منهای 1 فاکتوریال. مشخصه، گفتیم که تعداد جای گشت های n شی میشه n فاکتوریال، تعداد جای گشت های n منهای 1 شی اون میشه n منهای 1 فاکتوریال. پس کافیه که در هم دیگه چیکارشون کنیم؟ ضربشون کنیم. مثل اینجا 2 تا پسر 3 تا دختر، اختلافشون هم 1 واحده. به چند طریق میتونیم یک در میان کنار هم قرار بدیم؟ خیلی راحت، n من 3 هست، n فاکتوریالش میشه 3 فاکتوریال میشه 6، n منهای 1 هم میشه 2 که n منهای 1 فاکتوریال میشه 2 فاکتوریال میشه 2. پس تراجای گشت ها میشد حاصل ضرب اینها که 6 اگه در 2 ضرب بکنه جواب چند میشه؟ 12 میشه. مثال، 3 نوع کتاب علمی و 4 نوع کتاب ادبی را به چند طریق میتوانید در یک ردیف یک در میان کنار هم چید به طوری که کتاب های علمی و ادبی یک در میان قرار بگیرن؟ پس ببین سوال چی میگه؟ من 3 تا کتاب علمی دارم، 4 تا کتاب ادبی دارم، میخوام در واقع اینا رو تو یک ردیف قرار بدین که کتاب های علمی و ادبی یک در میان قرار بگیرن. خب مشخصه اگر این n باشه اینجا میشه n منهای 1، یعنی اختلافشون 1 واحده. پس نتیجه میگیریم n من 4، n منهای 1 3 میشه، n فاکتوریال در n منهای 1 فاکتوریال تعداد جای گشت های ما میشه که جواب میشه 4 فاکتوریال ضرب در 3 فاکتوریال، به عبارت دیگه 144. مثال بعد، با ارقام 2 3 4 5 6 7 8 چند عدد 7 رقمی میتوان ساخت به طوری که رقم های زوج و فرد به صورت یک در میان کنار هم قرار بگیرن؟ تکرار ارقام مجاز نیستش. خب اینجا دقت بکنین، تعداد ارقام زوج که ما داریم 4 تا است، اینو فرض میکنیم n باشه. تعداد ارقام فردم که میشه 3 تا، اونم چی میشه؟ n منهای 1. کاملا میتونیم بشماریم و مشخص، چون اختلافشون یک واحد هست پس تعداد کلش میشه n فاکتوریال در n منهای 1 فاکتوریال، یعنی میشه 4 فاکتوریال ضرب در 3 فاکتوریال. جواب چند میشه؟ 144. مثال بعدی، حروف کلمه اسیست را به چند طریق میتوان بدون توجه به مفهوم آن طوری کنار هم قرار داد که اس ها یک در میان باشن؟ فقط داره اس ها رو میگه، دقت بکنیم. حالت اول میگیم با اس شروع بشه، گفته یک در میان باشد، پس اینطوری میشه دقیقا یک در میان. خب 1 2 3، 3 تا اس دارم اینجا قرار میدم، صحبت از اینه که یک در میان قرار بگیرم. خب چیا میمونه؟ A I T، 3 تا باقی میمونه. پس توی این خونه 3 حالت داره بدون تکرار حروف، یکیش از بین میره، تو این خونه 2 تا بدون تکرار حروف، یکی از بین میره، تو این خونه چند تا؟ یه دونه. حالا پس میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 میشه 6. میدونی چرا؟ چون اینا که به درد ما نمیخوره، چون عین همن دیگه، جایگش که ندارن، پس فقط همین 3 تا رو در هم ضرب میکنیم. حالا حالت دوم با اس شروع بشه، یعنی چی؟ یعنی اینطوری ممکنه اس ها اینطوری یک در میان قرار بگیرن. پس اولی 3 حالت AIT، یکیش از بین میره، یکی از اون 3 تا اینجا قرار میگیره، دوتاش اینجا میمونه، یکی اینجا قرار میگیره، یکی اینجا قرار میگیره، و در نهایت 3 ضرب در 2 ضرب در 1 چند میشه؟ 6. خب اصل ضربا رو دونه دونه رفتیم، آخر سر چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم، جواب چند میشه؟ میشه 12. مثال بعد، با ارقام 1 2 3 4 5 6 7 چند عدد 7 رقمی می توان نوشت که ارقام زوج و فرد یک در میان باشند؟ نمونهشو حل کردیم. روش اول، دقت بکنید، تعداد ارقام زوج ما 4 تا است، n در نظر می گیریم، تعداد ارقام فرد ما هم 3 تا است، میشه n منهای 1. پس طبق قاعده ای که من گفتم n فاکتوریال ضرب در n منهای 1 فاکتوریال، جواب چند میشه؟ 4 فاکتوریال در 3 فاکتوریال میشه 144. این چیزی بود که در واقع ما تونستیم از طریق فرمول به نتیجه برسیم.
اما روش دوم نیا کنید برای اینکه بهتر یاد بگیرید چرا جواب اینطوری شد. میگه حالت اولو شروع با عدد فرد در نظر بگیریم. تو یک درمیان قراره باشن دیگه. من فردا رو می‌نویسم، بعد زوجارم کنارشو می‌نویسم. دقیقاً یک درمیان هستن. درسته اون چیزی که مشخصه. خب این فرد 4 تا حالت. چرا؟ 1 3 5 7 4 تا عدد فرد دارم که میتونه اینجا قرار بگیره. این میشه 4 تا. زوج چی؟ 2 4 6 3 تا عدد زوج دارم که یکی از اون 3 تا میتونه اینجا قرار بگیره. پس 3 حالت داریم. حالا فرد بعدی چی؟ یکیشون از بین رفت، یکی از این 4 تا میشه 3 تا. زوج چی؟ 3 تا بود، یکیش از بین رفت، مون 2 تا. فرد بعدی چی؟ 3 تا بود، یکیش رفت، میشه 2 تا. زوج بعدی 2 تا بود، یکیش رفت، میشه 1. فرد 2 تا بود، یکیش رفت، چند میشه؟ میشه 1. پس در واقع میتونم بگم زوجای من ببینید 1 2 3 سه فاکتوریال، فردا 1 2 3 4 4 تا جایگاه داریم، 4 فاکتوریال. پس زوجا میشه 3 فاکتوریال، فردا میشه 4 فاکتوریال که اگه در هم ضرب بکنیم 144 تا. اما اینجا گفتیم که حالت اول شروع با اعداد فرده. حالا ما میخوام حالت دوم بررسی کنیم، شروع با اعداد زوج، که اگه من در نظر بگیرم فردا رو بچینم، نه این غلط شد چون دیگه یک درمیان نیستند. پس فقط همین حالت قابل قبوله که جواب چند شد؟ 144، همون چیزی بود که ما از طریق فرمول به دست آوردیم.